آی دکتر، من مطمئنم شما با این همه مشغله فرصت نمی کنید تو خیابون قدمی بزنید و از نزدیک با مردم ارتباط داشته باشید. ما زحمتشو برای شما کشیدیم. امروز خود من رفتم با مردم گفتگو کردم که حاصلش چند تا مصاحبه است که اگر موافق باشید با هم ببینیم. سوالم اینه که چرا قیمت هر روز گرون میشه؟ سه تا مغازه 4 تا قیمت میگن. یعنی بحث نظارت؟ بحث نظارت بکنن. دقیقاً سوپرمارکت که میری یه برنج 30 تومانی 20 تومانی شده 50000 تومان. در این مورد چه کمکی میتونه به ما بکنه؟ هستن کسایی که اطرافمون هستن و اخراج شدن. حساب کنید صابونه از یه طرف داره فشار میاره و کار نیست. خب اینا باید برن چیکار کنن به نظر شما؟ تو زندگی روزمره‌تون هیچ سوالی ندارین؟ به نظرم نمیاد. نه، شرمنده ام. ببخشید. خوش باله آقای وزیر که شما سوال ندارین ازش. بله، خیلی ممنون. زنگ میزنیم مثلا میگیم آقا دستکش فلان چند، یارو زنگ میزنیم آقا دلار چنده، مثلا 3500، امروز دستکش 10 خورده‌ایه. باز دوباره میره بالاتر میگه امروز دستکش 11 خورده‌ایه. آقای دکتر، سوال ها در عین سادگی فکر کنم جواب سختی داره. بفرمایید. بله، من ابتدا این جمله شما رو تصحیح کنم که شما تو خیابون نمیرید. نه، من حتما تو خیابون میرم و در واقع مشکلات مردم بر نه تنها من بلکه هیچ یک از دولت مردان و حتی آقای رئیس جمهور نه تنها پوشیده نیست، بلکه من فکر میکنم که اگر یک طیفی از جامعه که به شدت از فشار معیشتی در خصوص مردم ناراحته رو بخواید انتخاب کنید، همانا دولته. و همونطوری که من در پاسخ به سوال شما عرض کردم، ما یکی از دلایلی که بودجه ریاضتی یا انقباضی نخواهیم برد به همین ترتیبه. من اینجا باید عذرخواهی کنم از مردم اگر جایی کاستی های ما، مثلا نظارت های ما سبب شده که به اونها فشار بیاد، ولی میخوام از جناب عالی و دیگر همکارانمون هم در صدا سیما درخواست کنم و به ما کمک کنید. بهترین نظار و ناظرین مردم هستند. برای اینکه این شکل بگیره بایستی روحیه تعاون و وحدت جمعی افزایش پیدا کنه و این خواهشی است که من از جناب عالی دوستان دیگه دارم. خیلی ممنون. البته یه مقدار باز کلی شد، من خودم متوجه نشدم جواب چیه، ولی خب سال بعدی رو من عرض میکنم در مورد این نوسانات روزهای اخیر بازار ارز. خبرهایی هم به هر حال پیچیده تو جامعه، شاید نمیدونم به اون مرتبطه. شما تحلیلتون چیه؟ آیا منشأ اقتصادی داره؟ بله، ببینید، من ابتدا یه توضیح بدم به شما که یک خبر به ذاته نمیتونه در واقع در عمل منجر به یک اثر اقتصادی بشه، اما موقعی که اون خبر روی رفتار اقتصادی اثر میذاره، حالا چه اون رفتار اقتصادی خانوارها باشن، چه مثلا بنگاه‌های اقتصادی باشن، بازاری‌ها باشن، قطعا اثر میذاره. به هر حال من این رو به شما عرض کنم که ما یه سری فشارهای سیاسی رو در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر داریم تحمل می‌کنیم. حتما مطلع هستید که یک فشار جدیدی در باب نقل و انتقال پول توی هفته‌های گذشته به ما تحمیل شده. خب این اخبار می‌تونه منجر به این بشه، همونجوری که شما گفتید، برخی ناخواسته سوء استفاده‌هایی هم توی بازار انجام بدن، دست به احتکار بزنن و مواردی از این دست. این همون جایی است که سازمان‌های زیربط معاینه، سازمان حمایت، سازمان تعزیرات بایستی برخورد بیشتری بکنن، که من جلسه قبلم گفتم درست. که حتی تصمیم گیری‌هایی نه الان از قبل گرفته شده، اینها تقویت میشه. یه سری اخبار در مجموع ناخوشایندی هم در حوزه بانک مرکزی مطرح شد. این همین بحثایی که مطرح شد، آقای وزیر رئیس کل نمیدونم بازنشسته شده یا مباحثی از این دست، این هم بی اثر نبوده. ولی مهمترین عامل رو اگر من بخوام مطرح کنم، فشارهای سیاسی است که در هفته های اخیر آوردن توی حوزه اقتصادی. خیلی متشکر. انشالله این فشارهای سیاسی هم برطرف بشه، اون تعادل قبلی بهش برگردیم. من فقط این جمله رو بگم و تموم بکنم. اگر شما از ما واقعا میخواین کمک بکنیم در ایجاد یک تعاون در جامعه، خود شما هم باید با ما این ارتباطتون رو حفظ بکنید و من امیدوارم که تو برنامه های بعدی 23 بتونیم در خدمت شما باشیم. خیلی متشکرم آقای دکتر.